سیستم هایی که مانند این میبینید به عنوان فرکانسی ارائه میشه فرکانسی نیستن. اینا سیستم هایی هستن از دسته دستگاه های رادیواب های مغناطیسی. ببینید اون چی که با شما با کیلوهرتز و هرتز برای پیدا کردن طلا، مس، نقره، آهن و حفره و بعضی ها میگن الماس استفاده میکنید، اینا جریانشون در اصل بر سر آنتنشون میدان مغناطیس و میتونید بر روی اسیلوسکوپ شکل موج از اینا بگیرید. اون چه که به عنوان فرکانس در اینها تعیین میشه در اصل قالب وارد شده بر یک میدان مغناطیس مانند سر جستجوگر فلزیاب های پالسی وی ال اف تی آر بی اف و آی بی. پس اینا رو فرکانسی نامگذاری نمیشه کرد و جریان فرکانسی نیست. ببینید این یه جریان مکانیکی استاتیکه. قدرت عملکردی اینها روی یک ولتمت واکنش خودش نشون میده. فقط یه سیمپیچ خالیه. اعداد رو هم میده چون طبق قانون استاتیک کار میکنه. همین عملکرد و سیستم هایی داره که فانکشن هستن یا با هرتز و کیلو هرتز میرن اهداف یا منابع رو پیدا میکنن. اونم در صد نه در اون. موبایل ها هم همین کارو میکنن. شما نرم افزارش رو وقتی میگیری واکنش خواهی داشت. ولی اصل عمل کردی تفکیک رو شما نخواهید داشت و جداسازی در اون وجود نداره. پس اینا همه برابر مغناطیس کار میکنن به شکلای مختلف. فرکانسی ها عدد ویدیای و ترشورد 100 تا 8 دارن که شما میتونید جداسازی اهداف، منابع و حتی فلزات آلیاژی یا غیر متعارف ها مثل آهک، گچ، سیلیس و انواع اینا رو با دادن عدد ویدیای و ترشورد خاص مشخص کنید. عدد ویدیای در سیستم های مغناطیسی هم هست و اعدادشون یکسانه و واکنشی خاص خواهند داشت. ولی اعدادی که بر روی سیستم های دیگه میبینید که مثل این دستگاه مکانیکی داره نشون میده ربطی به عدد ویدیای نداره. اینا جریان بازتاب برگشتی است. اون نوع عمل کرده خود تغییرات میدانهای مغناطیسه و در این نوع سیستم ها هم به همین صورته. واسه اینه که در عمق نمیتونن سیستم هایی که فانکشن هستن یا سیستم هایی که مغناطیسی هستن طلا رو بگیرن چون واکنش اصلی رو نمیتونن در طلا دریافت کنن. وقتی عدد ویدیای و ترشورد 108 رو در یک سیستم تعیین میکنید از نوع آنتنی که فرکانسیه و میره اون هدف رو پیدا میکنه، خب دیگه متقابلن بحث تلقین وجود نداره. چون یه عده باسه این که میخوان بگن ما بیشتر میدونیم یا میخوان توهمات خودشونو به دیگران منتقل کنن، میگن کار کردن با دستگاه های آنتنی توهمیه یا تلقینیه. خب این توهم خودشونه. چون شما وقتی یه فلز رو پنهان میکنی شخص با آنتنی میره اونو پیدا میکنه، بیانگر اینه که داره کار میکنه، عمل میکنه. پس وقتی این کار رو عمل رو انجام میده در مقابل یه فلز پنهان شده که محلش رو نمیدونه اون اپراتور، مثل پالسی بی ال اف تی آر بی اف واس واکنشش رو میبینید، محلش رو پیدا میکنه، پس اون دستگاه آنتنی کار میکنه و اون عدد ویدیای و ترشورد 100 تا حجم واکنش خودش رو نشون میده. بعضیا میگن موجها میشکنن، بعضی ها میگن فرکانس میشکنه. ببینید اگه اصل فرکانس خب مثل مغناطیس نیست که بشکنه. مغناطیس دوچار بحران میشه، دوچار اختلالات ترکیب الکترونی میشه با زمین و منابع دیگه. ولی فرکانسی ها این حالت رو ندارن. چون در جریان فرکانس انرژی و تشعشع وجود داره و انرژی نمیشکنه. چون نمیتونی بگی فرکانس میشکنه. اصلا چیزی به نام شکست فرکانس وجود نداره. ولی بازتاب های A و B و C وجود داره. در نوع تصویری شما وقتی یه فلزی رو میذاری در فرکانسی هایی که عدد ویدیای و ترشورد 108 داره، چه در لکه سرنگیش و چه در تفکیک رنگه، شما میتونی مثل پالسی وی ال اف تی آر بی اف آ عدد ویدیای رو بگیری یا جدا سازی کنی در نوع عملکرد تصویری ها و آنالیز یا فیلتر. همون کاری که پالسی وی ال اف تی آر بی اف آ میکنن شما میتونید لکه سرنگی ها پیاده کنی و سیگنال ها رو تغییر بدی و طبقات اهداف یا منابع رو تشخیص بدی. عدد ویدیای میتونه آلیاژ همه فلزات رو بگیره و بر روی کار و نرم افزار سیستم های تصویری هم اثر داره. ولی شما بر روی سیستم هایی که به عنوان فرکانسی ارائه میشه و فرکانسی نیستن و فلزات رو در عمق نمیگیرن، شما نه عدد ویدیای دارید نه ترشورد 108 دارید. اینها عمدتاً مثل مغناطیسی ها عمل میکنن و مانند این دستگاه هایی که عددی ویدیای و ترشورد 108 دارن توانایی گرفتن فلزات یا طلا رو در عمق ندارن.
خب پالسی وی ال اف تی آر بی اف هم ندارن ولی واکنشاشون مشخصه. بعضیا میگن دستگاه ما طلای قدیمی میگیره طلای جدیدو نمیگیره، که خب باید طلای جدیدو بگیره یا فلزات جدیدو بگیره چون همشون میدان الکتریکی و الکترومغناطیسی دارن و واکنش ایجاد میکنن. پس واکنش هایی که یک اپراتور میگیره حتی در دست سیستم هایی که اینها به صورت مکانیکی مانند این کار میکنن میدان های الکتریکی رو میگیره یا میشه گفت میدان های مغناطیسی رو تشخیص میده. پس این توانایی رو حتی این مکانیکی ها داره مثل پالسی وی ال اف تی آر بی اف او. دستگاه فرکانسی هم که ادویدیه و ترشولد 108 دارن همین توانایی رو دارن، چه در نوع آنتنیش و چه در نوع تصویریش میتونه این عملیات انجام بده و فلزات رو بگیره، طلا رو در اون بگیره و جدا سازه.